افزایش 20% تا 500% قیمت دارو در ایران. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه با اعلام این مطلب علت را جو روانی ایجاد شده از حذف ارز مرجع 1226 تومانی عنوان کرده است. یکی از اعضای اتحادیه تولیدکنندگان دارو با بیان اینکه 80% از مواد اولیه داروهای تولید داخل وارداتی است و نوسان ارز روی قیمت دارو اثر می‌گذارد، از کمبود 70% دارو در بازار ایران خبر داده. گزارش‌ها همچنین حکایت از احتکار دارو از سوی برخی از داروخانه‌ها دارد. بحران موجود در بازار دارو ایران بعد از آن شدت یافت که اوایل ماه جاری بانک مرکزی اعلام کرد که دارو دیگر برای واردات ارز مرجع نخواهد گرفت. سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت نیز طی روزهای گذشته از آغاز روند اختصاص ارز مبادله زیر 2500 تومان برای واردات دارو خبر داد. در این میان بر اساس تازه ترین آمار گمرک ایران، واردات محصولات دارویی در فروردین ماه امسال بیش از 54% کاهش یافته است. نوسان ارز بر قیمت همه کالاها تأثیر گذاشته، در حالی که قیمتها به سیر صعودی خود در بازار مواد خوراکی ادامه می‌دهند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد قیمت برخی خودروها در بازار بار دیگر به روند قبلی خود برگشته است. در حالی که تنها 2 هفته از قیمتگذاری خودرو می‌گذرد، فعالان بازار کاهش تولید در صنعت خودروسازی ایران را عامل افزایش قیمت می‌دانند. بیش از 80% از قطعات اولیه تولید خودرو در ایران وارداتی است. در این میان خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه از قول رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن موتور گفته مشکل تنها افزایش قیمت روغن نیست، بلکه تمام اقتصاد ایران دچار مشکل است. به گفته وی بحث شناور شدن قیمت دلار تمام محصولات و خدمات را گران کرده است. وفا زربهاری، صدای آمریکا.